با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب بالاخره سفر رئیس جمهور به 3 کشور آفریقایی آغاز شد و ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا در محل کاخ ریاست جمهوری این کشور به صورت رسمی از رئیس جمهور استقبال کرد. در مراسم استقبال رسمی بعد از گرفتن عکس یادگاری رؤسای جمهور ایران و کنیا، اعضای هیئت‌های عالی رتبه دو کشور معرفی شدند. همچنین همزمان با ورود آقای رئیسی به کاخ ریاست جمهوری کنیا، 21 گلوله توپ به افتخار ورود رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت ایرانی شلیک شد. میگم که اگه غربگرایان فهم اقتصادی داشتن میفهمیدن که آفریقا سرزمین کامودیتی هاست، اما تحرکی واسه دیپلماسی اقتصادی وجود نداشت. آفریقا حدود 12% از ذخایر نفت جهان، 42% طلا، 80-90% از فلزات گروه کروم و پلاتین و 60% از زمین‌های قابل کش رو در کنار منابع عظیم چوب داره. یه مقایسه سرانگشتی ساده نشون میده که در زمان شیخ نتونستیم با دیپلماسی مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی برخی از کشورها بهره ببریم. قاره آفریقا یکی از اون ظرفیت‌های خوبه که تا الان نادیده گرفته شده. انشالله که با روند خوب دیپلماسی دولت مردمی بتونیم از این فرصت ناب بهره کافی رو بریم. راستی در جریان هستین دیگه، تا الان 5 سند همکاری بین ایران و کنیا امضا شده. این تفاهم نامه ها در حوزه های ارتباط، معدن، شیلات، گردشگری و موارد دیگر بود که به امضای مقامات عالی رتبه ایرانی و کنیایی رسید. To which the parties may collaborate on the basis of equality and mutual benefit to facilitate and strengthen cooperation in the field of culture, including cooperation in conservation and preservation of cultural and historical heritage. هدف از این تفاهم‌نامه ایجاد چارچوبی می‌باشد که از طریق آن طرفین بتوانند بر مبنای منافع مشترک و برابر تصحیح کنند و تقویت ببخشند همکاری‌ها در زمینه فرهنگی، از جمله همکاری در زمینه حفظ و ترمیم میراث فرهنگی و میراث تاریخی. The MOU is now being signed by the Minister or Cabinet Secretary, Ministry of Tourism, Wildlife and Heritage on behalf of the Republic of Kenya. And Minister of Foreign Affairs on behalf of the Islamic Republic of Iran. این تفاهم‌نامه به امضای وزیر گردشگری، حیات وحش و میراث جمهوری کنیا و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اما در حالی که ایران داره تو آفریقا قرارداد امضا میکنه، یه خبر مهم هم تقریبا بیخ گوشمون اتفاق افتاده و به قول کارشناس صهیونیست، ایرانی‌ها دارن از همه طرف به فلسطین نزدیک میشن. حالا نوبت مصره. سلطانی فرد، رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر، ساعتی پیش در صفحش نسبت به اخبار منتشر شده درباره قریب الوقوع بودن سفر مستقیم شهروندان ایرانی به مصر نوشت، بعد از صدور مجوز ورود گردشگران ایرانی به مصر توسط دولت این کشور، وزیر گردشگری مصر امروز اعلام کرد که اولین گروه گردشگران ایرانی از تهران وارد شرم الشیخ خواهند شد و از مناطق سیاحتی جنوب سینا و سواحل دریای سرخ بازدید خواهند نمود. با این اقدام گامی مثبت در مسیر ارتقای روابط برداشته شد. به نظر میرسه رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره قصد داشته که به عنوان یک مقام ایرانی با این توییت اظهارات وزیر جهانگردی مصر رو تایید کنه. خب حالا که بحث صهیونیست‌ها شد، این کلیپ هم ببینیم از کاسه چکنم مدیر رادیو رژیم صهیونیستی به خاطر اوضاع نابسامان و متزلزل اسرائیل. امروز وضع اسرائیل بسیار نابسامان شد. همین در این ساعتی که من با شما صحبت میکنم، در پارلمان اسرائیل میخوان یک لایحه رو تصویب بکنن که کشور رو به آشوب کشیده و فردا قراره که در برابر فرودگاه بین المللی بن گوریون تظاهرات گسترده برای نفهمیدم فهمیدین وضع اسرائیل چیه الان؟
نابسامان. بسیار نابسامان. نابسامان. میشه گفت متزلزل ها؟ به جای نابسامان بگیم متزلزل. آشفته. آشفته. آشوب زده است. بله. این از یک طرف. همینجا یه لحظه وایسین. مگه همین منشأ امیر چند روز پیش در گفتگو با همین آقای شهرام همایون نمیگفت که ما مشکل و دشواری نداریم؟ الان چی شده که اینجا میگه آشوب زده و نابسامانیم؟ از طرف دیگه عملیات تروریستی یا مسلحانه فلسطینی ها علیه اسرائیل افزایش پیدا کرده. یک نمونش عملیات نظامی در شهر جنین در هفته پیش بود. سوم این که حزب الله در لبنان احساس میشه که به دنبال بهانه ای میگرده که با اسرائیل درگیر بشه که ما هنوز نمیدونیم ابعادش احتمالاً چه خواهد بود. چهارم این که رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز در مصاحبه با CNN علناً از آقای نتانیاهو و دولت او انتقاد کرد، چیزی که تا به حال سابقه نداشته. و مشکل بزرگ و اصلی این است که اسرائیل با اتم ایران باید چیکار بکنه. اینا همش نگران کننده است. اما در حالی که پیشرفت و اقتدار ایران واسه اینا اینجوری درد سرساز شده و به قول خودشون راه مقابله‌ای هم باش ندارن، فرانس 24 ساعتی پیش اعلام کرده که ایران دارای قدرتمندترین و زبده‌ترین نیروهای اطلاعاتی در داخل و خارج از خاورمیانه است. شبکه پیچیده اطلاعاتی ایران در سراسر جهان حضور دارد. خب اجازه بدین در این راستا توی یه برنامه کامل و مفصل بهش بپردازیم و ببینیم که چرا فرانس 24 همچین چیزی گفته، آیا واقعا همینطوره یا خیر. اگه علاقه‌مند هستین به این نوع برنامه‌ها حتما بهمون بگین. این در حالیه که رهبران ناتو هم از دست ایران و قدرتش به زانو در اومدن و ساعتی پیش در بیانیه مشترک از ایران خواستند تا ارسال پهپاد به روسیه رو متوقف کنه. اعضای ناتو نسبت به فعالیت‌های مثلا به قول خودشون بدخواهانه ایران در قلمرو سرزمینی متحدشان نگرانی جدی خود را ابراز کرده و از تهران خواستند که تحویل هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین رو متوقف کنه. و تمام این ادعاها در حالیه دوستان که تا الان حتی یه برگ سندم واسه این ادعاشون که ایران به روسیه پهپاد داده ندارن. دیگه شما ببینین که چقدر این شبکه پیچیده است که اینا حتی نتونستن یه مدرکم در این زمینه پیدا کنند. در همین حال دبیر کل ناتو هم آب پاکی رو ریخته رو دست زلنسکی. Well, we have conditions partly in Article 10 of the Transatlantic Treaty, the Washington Treaty, and then of course at the end of the day it has to be allies that assess whether conditions are fully met or not, and that's exactly what allies then have to agree, and therefore we also refer to both the conditions but also the need for all allies to agree. That's the way we make decisions in NATO. Jens Stoltenberg, دبیر کل ناتو، اینجا میگه که تا درگیری و جنگ در اوکراین وجود داشته باشد امکان پیوستن آن به ناتو وجود نخواهد داشت. حرف زلنسکی شد. این تصاویرم ازش ببینین، تصاویری پربازدید از بیتوجهی سران اعضای ناتو به زلنسکی که بدجوری مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته. به نظرم خود عکس ها به اندازه کافی با آدم حرف میزنه، بهتره من چیزی در موردش نگم. و اما این ویدیو رو با یک کلیپ مهم از سفر رئیس جمهور به آفریقا به پایان میرسونیم. عنوان این کلیپ هست پهپادهای ایرانی در نایروبی اوج میگیرند. رئیس جمهور امروز با حضور در مرکز نوآوری و فناوری ایران در نایروبی از پهپاد ایرانی پلیکان با دو کاربرد سمپاشی و بازرسی مزرعه رونمایی کرد. پهپادی فناورانه که میتونه روابط کشاورزی ایران با کشورهای آفریقایی رو توسعه بده.
خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.